سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با آموزش جاوا اسکریپت، زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت. خب در همون ابتدا میریم سراغ اینکه جاوا اسکریپت چیه. جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتی است، اون رو با جاوا اشتباه نگیرید. جاوا محصول شرکت سان ماکرو سیستم است که الان چند سال توسط شرکت اوراکل خریداری شده. سان ماکرو سیستم دیگه وجود خارجی نداره این شرکت، پس میتونیم بگیم جاوا مال شرکت اوراکل، ولی جاوا اسکریپت و شرکت نتسکیپ نویگیتور به وجود آورد که اون هم به تاریخ پیوست و الان توسط جامعه برنامه‌نویس آزاد اون رو گسترش میدن. یکی از مهمترین موتورهای تفسیر این زبان V8 هست که توسط گوگل گسترش داده میشه، سران نوشته میشه. جاوا اسکریپت روح برنامه نویسی وب هست. شما برای یاد گرفتن جاوا اسکریپت نیازه که آشنایی مقدماتی با HTML و CSS داشته باشید. من میگم آشنایی مقدماتی، لازم نیست حرفه‌ای باشید تو HTML و CSS. خب جاوا اسکریپت، اولی که باید بگیم چرا جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت خب اولی که به عنوان برنامه‌نویس وب حتما باید اون رو یاد بگیرید. خیلی از کارها هست که داخل وبسایت ها نمیشه با کد های HTML انجام داد، مثل رویدادها، مثلا ما که وقتی چیزی کلیک میشه چه اتفاقی بیفته. مثلا به عنوان مثال وقتی میخوایم که مثلا این کلیک میشه یک منوی زار بشه، یا به یک صفحه دیگه بریم، یا پنجره تغییر اندازه داده بشه، یا رنگ یا یه سایر خصوصیات یک قسمتی عوض بشه. یک سری هاشون میشه با CSS انجام داد، ولی CSS واسه اون اتفاقات عمومی است. معمولا هاورینگ رو ما با CSS انجام میدیم، ولی جاوا اسکریپت کمک میکنه که ما بتونیم خیلی کارهای دیگر رو انجام بدیم، مثل ارتباط با سرور که اینو معمولا تو وبسایت های خبری یا تو چت باکس ها میبینید. بدون اینکه صفحه رفرش بشه میبینید که اطلاعات از سرور دریافت میشه یا به سرور ارسال میشه. و جاوا اسکریپت در واقع میتونه یک زبان برنامه نویس است. جاوا اسکریپت شما الان همه جا میتونید ببینید، تو مرورگرها که هستش، چی میتونید باش برنامه، یعنی وبسایت بسازید، میتونید برنامه های دسکتاپ و حتی میتونید باش برنامه موبایل بسازید. یعنی شما میتونید یک زبان یاد بگیرید و همه جا ازش استفاده بکنید. اینجا ما میخوایم جاوا اسکریپت مخصوص مرورگرها رو با هم یاد بگیریم. جلساتمون ممکنه زیاد طول بکشه، چون ما خود جاوا اسکریپت رو یاد بگیریم بعد بریم سراغ کتابخونه هاش، مثل جیکوئری، مثل جیکوئری و خیلی مسائل دیگه. حالا اونها رو با هم صحبت میکنیم. میریم سراغ خود زبان جاوا اسکریپت چجوری در وب استفاده میشه. خب ما برای این مورد نیاز داریم که اول یک فایل HTML بسازیم. من فایلی تولید میکنم، اسمشو میذارم index.html. این رو با مرورگر، اینو با ویرایشگر کدتون باز کنید، هر ویرایشگری که دوست دارید استفاده کنید. من در حال حاضر از نوت پد پلاس پلاس استفاده می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم از ویرایشگر آپتانو استودیو استفاده کنید، چون اصطلاحاً چجوری توضیح بدم، تکمیل کننده یک کد خوبی داره. اونجا میتونید از این قابلیت تکمیل خودکار کدها توسط این برنامه فوق‌العاده عالی استفاده بکنید. من جلسه آینده که وارد مباحث کمی حرفه‌ای‌تر میشیم از اون ویرایشگر کد استفاده میکنم. خب خیلی راحت اول خود کدهای عمومی این فایل HTML رو من می‌نویسم. تگ HTML رو هم بهش میدیم، تگ هید تایتل، this is تایتل، تایتل اف پیج این عنوان صفحه است. خب در ادامه خب تگ بادی رو داریم، خب میدونید که فایل های CSS رو خب قبلا یاد گرفتید. میدونید که فایل های CSS رو ما از دو طریق میتونیم به فایل HTML، یعنی به کد HTML مون متصلش بکنیم. یک حالتش این بود که میتونیم اینجا از تگ های استایل استفاده بکنیم و کد های دلخواه خودمون رو اونجا بنویسیم. به عنوان مثال میگیم تگ بادی background color red. خب حالا من این فایل رو بازش میکنم و
ببینید که الان من رنگ پس زمینه رو عوض کردم. خب اینجور کارا رو میتونیم با فایل سی اس اس انجام بدیم. پس میتونیم فایل سی اس اس رو میدونید، همین که میتونستیم کد ها رو داخل یک تگ استایل بنویسیم، همین که میتونستیم اونا رو بذاریم داخل یک فایل سی اس اس، یعنی یک فایل با پسوند سی اس اس که الان من این کد رو میبرم اونجا. الان میگید خب این آموزش سی اس اس که نیست، میخوام یک چیزی رو اینجا اصطلاحا بهتون نشون بدم. خب حالت دوم این بود که بیایم از فایل خارجی استفاده کنیم، اینجا یک تگی اضافه کنیم به اسم لینک rel برابر است با استایل شیت، بعد یک خصوصیت داشت به اسم href، اونجا آدرس فایل css رو بهش بدیم. خب من اینجا الان رفرش رو میزنم، ببینید که تغییری نمیکنه، یعنی چون کد ها داخل همینجا هم دوباره بارگذاری میشه. واسه امتحان اینو بلو میکنم من، یعنی بک‌گراند رو آبی میکنم. خب پس جاوا اسکریپت هم به همین شکل شما تقریبا از سه جا میتونید کد های جاوا اسکریپتتون رو وارد کنید. یک راه حل اینه که من این رنگ آبی پس همینا رو از بین ببرم. یک راه حل اینه که ما بیایم از تگ های اسکریپت استفاده کنیم به این شکل اسکریپت. خب هر کدی که من فیما بین اینا بنویسم، فیما بین تگ‌های اسکریپت بنویسم، کد جاوا اسکریپت در نظر گرفته میشه. به عنوان مثال ما همون اول کار میام یک دستور جاوا اسکریپت رو با هم در نظر میگیریم. این دستور میاد یک پنجره پیغام رو باز میکنه، یک نوشته ای رو نشون میده، دستوری به اسم آلرت. از نامش هم پیداست که یک اصطلاحا یک هشدار رو نشون میده. یا اگه دوستانی که با ویژوال بیسیک یا با سی شارپ کار کرده باشن اینو میتونن معادل دستور میسیج باکس بدونن. خب دستورات در جاوا اسکریپت شما باید بعد از نوشتن یک دستور، حالا این دستور هست، خب ما از علامت پرانتز باز و پرانتز بسته استفاده میکنیم. این رو جلوتر من توضیح میدم دقیقا یعنی چی. خب حالا دقیقا ما میخوایم اینجا بگیم که خب از دستورات تو جاوا اسکریپت جلو شما علامت پرانتز باز پرانتز بسته میذاریم که اصلا به اینا میگیم تابع یا همون فانکشن، و این توابع این دستورات خب یک سری آرگومان ها هم دارن، به این معنی که مثلا میمونه که شما به یک نفر یک دستوری بدی بهش بگید برو، خب این برمیگرده میگه من کجا برم. خب حالا شما بجز این دستور باید یک سری اطلاعات رو هم همراه اون دستور به اون نفر بدید، مثلا بگید برو مدرسه، برو کنار، برو عقب. خب این عقب، این مدرسه، این میشه برو میشه دستور، اون عقب این که بهش میگی مثلا برو عقب، عقب میشه اصطلاحاً آرگومنت یا همون پارامتری که همراه دستور فرستاده میشه. ما میخوایم یک نوشته رو برای ما نشون بده، نوشته ها رو داخل جاوا اسکریپت داخل علامت کوتیشن محصور میکنیم. اینجا من می نویسم هلو، سلام. خب البته میتونیم از تگ کوتیشن هم استفاده کنیم، در هر صورت اینو بدونید نوشته ها رو ما داخل جاوا اسکریپت از کوتیشن یا دابل کوتیشن استفاده میکنیم، به این شرط که اگه با کوتیشن شروع کردیم با کوتیشن هم باید تموم بکنیم، اگه با دابل کوتیشن شروع کردیم با دابل کوتیشن هم باید تمومش بکنیم، که به اینها میگن علامت های نقل قول، به این میگن علامت نقل قول تکی، به این یکی میگن علامت نقل قول جفت یا دوتایی اصطلاحاً که داخل انگلیسی بهش میگن دابل کوتیشن. خب حالا من این رو اصطلاحاً ببینید رفرش میذارم، صفحه پیغام رو برای من به نمایش میذاره. من اسمسی برام اومد یه لحظه نگاهش بکنم، یک اسمس تبلیغاتی هست از طرف همراه اول، روزی 60-50 دارد میکنه، هرچند کد غیر فعالشو میذاریم از کار نمیافتاد، دیوونه هم کردن دیگه. خب بگذاریم، پس من این دستور رو نوشتم و این یک راه حل برای اجرا کردن دستورات جاوا اسکریپت. راه حل های دیگه هم هست، من میتونم این تگ اسکریپت هم در یعنی ببینید ما تگ های لینک رو که اشاره میکردن به فایل های سی اس اس یا همون تگ های استایل رو میتونیم تو بخش هید بنویسیم، ولی تگ های اسکریپت رو میتونیم هم در بخش هید و هم در بادی هم بنویسیم، فرقی نمیکنه. ما میتونیم تگ های اسکریپتمون رو هم داخل بادی، هر جای بادی، انتها یا همون ابتدا، فرقی نمیکنه، هر جا که مد نظر. این تفاوت رو شما میگم دقیقاً این مکانش کجا اصطلاحاً خودش رو نشون میده رو بعدم اصطلاحاً با هم توضیح میدم خدمتتون. This is the main content of
پیج. خب من اینجا یه پاراگراف هم ساختم. پس ببینید تگ اسکریپت من میتونم در انتهای تگ وادی معمولا در دو بخش قرار داده میشه، معمولا اینجوری یا میذارنش در هید یا میذارنش در انتهای تگ وادی، ولی همه جا هم میشه قرارش داد. من میذارمش اول تگ، فرقی نمیکنه. خب بعد این تفاوتش حالا بعدن میرسیم با هم میرسیم بهش و من خدمتون توضیح میدم که دقیقا تفاوتش چیه. خب یک راه حل هم این هست که ما این کدهای جاوا اسکریپتمون رو میریزیم داخل یک فایل خارجی. خب اگه بخوایم از این حالت فایل خارجی استفاده بکنیم، میایم یک تگ اسکریپتی میسازیم. این هم باز هم فرقی نمیکنه، حالا میخواید تو هد بذاریدش، میخواید هر جایی که دوست دارید بذارید. خب اون آدرس یه فایل خارجی رو از طریق خصوصیت SRC تگ اسکریپت معرفی میکنیم که نسبت به اون جایی که فایل HTML ذخیره شده نشون داده میشه. برای این راه حل من باید یک فایل با پسفند GS بسازم. ببینید فایل های جاوا اسکریپت پسفندشون GS هست. خب اسمش رو میذارم main.js. خب پس ببینید پسفند فایل های جاوا اسکریپت باید پسفند GS داشته باشن. این کد آلت رو من اینجا اسمش رو می‌نویسم main.js که نسبت به این محلی که فایل HTML هم ذخیره شده این رو نوشتم. خب بازش می‌کنم. حالا اون دستور آلرت رو اینجا می نویسم، آلرت هلو. خب حالا من این رو رفرش میکنم، ببینید دوباره اجرا شد و همون پیغام کادر پیغام ظاهر شد با یک کلید اوکی و هلو رو به من نشون داد. پس من در دو حالت میتونم فایل جاوا اسکریپت هم رو، این کد های جاوا اسکریپت هم رو به فایل HTML هم الحاق یا همون الساق بکنم. یکی اینکه تگ های اسکریپت باز بکنم و بین دو تگ اسکریپت قسمت اولش و قسمت پایانیش کد هامو بنویسم، یا اینکه یک تگ اسکریپتی بسازم و با استفاده از خصوصیت SRC یک فایل خارجی GS که پسوند فایل های جاوا اسکریپت هست رو من بهش معرفی بکنم. خب یکم بریم سراغ خود این زبون. دقیقا زبون جاوا اسکریپت چه نوع زبانی است؟ همونطور که از نامش پیداست جاوا اسکریپت، همونطور که گفتم اصلا ربطی به زبان جاوا نداره. زبان جاوا یک زبان کامپایلی هست. خب ولی زبان جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتی هست. به چه معنی؟ فایل های بخش زبان های کامپایلی میان برنامه‌ای رو که ما نوشتیم به 0 و 1 تبدیل میکنن، یک فایل اجرایی میسازن که وقتی ما روش دبل کلیک میکنیم اون برنامه اجرا میشه، مثل فایرفاکس، مثل همین برنامه ویرایشگر کد. ولی فایل های اسکریپت داخل یک فایلی نوشته میشن و همون لحظه موتور مفسر یک برنامه ای هست، موتور مفسر که این فایل رو میخونه، خط به خط میخونش و اون رو اجرا میکنه. به این حالت میگن تفسیری، اینترپرتر یا همون اینترپرتر یا همون تفسیری اصطلاحاً. خب اینو تفسیر میکنه خط به خط. خب من اونجا یک خط کد دارم، میتونم خطهای بیشتری قرار بدم. دوباره یک آلرت بذارم، آلرت بای خداحافظی کنم. خب ببینید پس الان من دو تا آلت دارم، دو تا پنجره پیغام میبینم که البته دو تاشون با هم ظاهر نمیشه. اول اینو نشون میده، این رو که بستم دومی رو نشون میده. ببینید هلو میزنم، بای. خب به این شکل. پس میبینید که فایل های اسکریپت به این شکل هستن که نیازی نیست به اونها رو کامپایل بکنیم. همون لحظه خود مرورگر این وظیفه رو داره که خط به خط اون فایل رو بخونه و بعد داده های درون اون رو اجرا بکنه. ما میتونیم چندین و چند، این رو هم بگم که لازم نیست حتما ما یک فایل اسکریپت رو فقط به فایل HTML مون الساق کنیم. همونطور که میتونیم چندین و چند فایل CSS داشته باشیم، میتونیم چندین و چند و هر به هر تعداد دلخواه فایل GS رو یا همون جاوا اسکریپت رو به فایل HTML مون الساق بکنیم، یا اینکه هر تعداد که دوست داریم تگ اسکریپت باز بکنیم و فیما بین اونها کدهای لازمه رو بنویسیم. یک موردی که من اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که الان تنها زبان اسکریپتی وب جاوا اسکریپته. قبلا وی بی اسکریپت بود و چند زبان دیگه هم بودن، ولی اونها همه اصطلاحا یا
از بین برای منسوخ شدن، از بین رفتن، یا اینکه اصلا محبوبیتی پیدا نکردن که بعد بخوان فراموش بشن، یعنی همون در درجه اول هیچ طرفداری پیدا نکردن و نابود شدن. ولی دو زبان بودن که خیلی طرفدار پیدا کردن، یکی وی بی اسکریپت بود، یکی هم جاوا اسکریپت. وی بی اسکریپت که مال مایکروسافت بود و مایکروسافت با دلیل سیاست‌های بسیار اشتباهی که روی اون زبان اعمال کرد و ضمن اینکه اون زبان اصلا بر پایه زبان بیسیک بود و زبان بیسیک زبانی است که فوق العاده عادت های بد برنامه نویسی داره و از لحاظ سینتکس فوق العاده زبان میتونیم بگیم که من میتونم بگم که از عبارت مزخرف استفاده بکنم شاید بهترین گزینه باشه، یک واقعا زبان مزخرفی بود. با این باعث شد که زبان جاوا اسکریپت که از طریق شرکت نتسکیپ نویگیتور به وجود اومده بود کم کم در دل برنامه نویسان جا پیدا کنه و کم کم اصطلاح عمومیت پیدا کنه و شرکت های بزرگ و کنسرسیوم ها و حتی به قول معروف کنسرسیوم ها همون شرکت هایی که جمع میشن یه جا و یک اصلا ائتلافی رو تشکیل میدن، این ائتلاف شرکت ها از این زبان پشتیبانی خاصی رو به وجود آوردن. خب پس الان مهمترین و تنها زبان اسکریپتی وب جاوا اسکریپت هست. تقریبا میتونیم روح وب جاوا اسکریپته. ببینید ما با HTML و CSS ظاهر رو میسازیم ولی با جاوا اسکریپت رفتار رو تعیین میکنم، اینکه وقتی یه چیزی کلیک میشه چه اتفاقی بیفته و خیلی چیزهای دیگه. خب ما در زبانهای برنامه نویسی معنی و مفهومی داریم به اسم متغیر. من این آلرت هایی کشون رو پاک میکنم. پس ما تا اینجای کار با یک دستور آشنا شدیم. خب بریم سراغ متغیرها. من اینو بهتون بگم که یک راه ساده تری هم برای تست کدهای جاوا اسکریپتتون دارید، میتونید برید به سایت gsfiddle.net. در اونجا ببینید یک چارت بخش واسه شما ظاهر شده، HTML, CSS, JavaScript و Result. ببینید این Result که مثل این میمونه که من بیام سه تا فایل بسازم به اسم اینجا Index، ببخشید index.html، یک فایل HTML بسازم که میشه این. خب این GS Fiddle این کارو واسه من میکنه، یه پنجره رو میکنه چهار بخش، یکیش میشه این، میشه این HTML. یک فایل CSS داشته باشم خب که این میشه این، خب و یک فایل جاوا اسکریپت هم که میشه این. خودش میاد اینا رو به هم دیگه میچسبونه و نتیجه رو اینجا برای من نشون میده. به عنوان مثال من اینجا مثلا تگ پی بسازم، this is a paragraph به عنوان مثال، و من میتونم نتیجه رو اصطلاحا اینجا اگه ران رو بزنم نتیجه رو میتونم در انتها، البته این مدت زمانی طول میکشه بستگی به سرعت اینترنتتون، چون الان اینترنت کندی هم دارم استفاده میکنم یه مقداری طول میکشه، در هر صورت اگه اینترنت پرسرعتی دارید پیشنهاد میکنم که از این حالت استفاده بکنم. البته منم اینترنت خوبی دارم ولی شیر بین 3-4 نفر بچه ها الان دارن واسه کارهای خود خاص خودشون استفاده میکنن و دارن دانلود میکنن اگه اشتباه نکنم، چون تمام سرعت رو گرفتن. وقتی که ران زده میشه نتیجه رو شما میتونید این قسمت ببینید. پس میتونید کدهای جاوا اسکریپتتون رو هم اصطلاحا در این بخش جاوا اسکریپت بنویسید. به عنوان مثال اینجا کد alert hello رو من اینجا مینویسم. خب و وقتی که من ران رو کلیک میکنم، حالا باید اجرا بشه که حالا اینجا به هر دلیل میگم چون سرعت کنده خوب اجرا نمیشه، من یک بار دیگه ران رو میزنم. الان برای من این کد جاوا اسکریپت رو اجرا کرد. خب من میام اینو حالا تغییرش میدم، مثلا hello world، سلام دنیا. بخشید این اشتباه زدم، ران رو میزنم ببینید که زدم برام اجرا کرد. این سایت جس فیدل استفاده کنید. البته سایت های فوق العاده زیادی دیگه هم هستن که این کار رو انجام میدن، این یکی یکیشونه. خب کد کنیون هم مثلا یکیشونه، بخشید پن حواسم نبود، کد پن هم یکیشونه. کد کنیون جاییه که پلاگین های وردپرس اصلا کمپلت افزونه اونجا میفروشن، اونجا فرق داره. کد پن هم یکی از سایت هایی که همین کار رو برای شما انجام میده. معروف در این جی اس فیدل که معمولا برای تست و ساخت اسکریپت های جاوا اسکریپت و HTML و CSS میان به اینجا. پس اینجا میشه فایل HTML مون، اینجا میشه CSS و اینجا میشه جاوا اسکریپت. یکی از مهمترین مفاهیمی که ما داخل جاوا اسکریپت با اون سر و کله میزنیم مفهومی است به اسم متغیر. متغیرها دقیقاً چی کار میکنن؟ این رو فرض بگیرید که من میام به شما میگم آقا 100 ضرب در 200 منهای 50. خب یادتون باشه اون موقع که توی مدرسه بودیم، موقعی که یک عمل ریاضی چند قسمتی رو بهمون میدادن، ما میمدیم اون صورت مساله رو اولین که روی کاغذ مینوشتیم. مثلا معلم میگفت خب همه کاغذ بردارید، این سوالی رو که میگم بنویسید، مثلا بنویسید که 100 ضرب در 200 منهای 50 چی میشه. پس ما میدیم روی کاغذ می نوشتیم 100 ضرب در
200 منهای 50 این میشد صورت مسئله. برای به دست آوردن جواب ما میومدیم ابتدای امر 100 رو ضرب در 200 میکردیم که نتیجه میشد 20,000 و بعد اینو میومدیم منهای 50ش میکردیم، یعنی میومدیم مینوشتیم 20,000 منهای 50 برابر است با 19,950. خب به این شکل. پس ما میومدیم اینو گوشه کناره کاغذی مینوشتیمش. خب حالا متغیرها همین کار رو برای ما انجام میدن. ما باید این داده هایی رو که داریم، این اعداد، این نوشته هامون رو یه گوشه کناری از حافظه کامپیوتر که همون رم باشه ذخیره بکنیم که هر موقع خواستیم دوباره بتونیم بریم سراغشون. فقط اینجا این نوشته های ما یه فرقی دارن متغیرها با اون حالت کلاسیکی که ما برای نوشتن روی کاغذ استفاده میکنیم. ما باید یک اسم هم به اونها بدیم. خب برای یک ساخت متغیر در زبان جاوا اسکریپت ما از کلمه کلیدی var استفاده می‌کنیم که مخفف variable هست. خب عشان یک آرش اضافه است، variable یعنی متغیر. خب از کلمه کلیدی var استفاده می‌کنیم و یک نام رو می‌نویسیم. نباید با حروف شروع بشه، حتما باید با حرف یا با underline و یا با دالر شروع بشه. خب پس یادتون باشه نام متغیرها باید با یک حرف یا دلار علامت دلار یا با علامت آندرلان یا همون زیرخط شروع بشه. حروف بعدی دیگه مهم نیست چی باشن، میتونن عدد باشن، مثلا M45، ولی سعی کنید حتما متغیرهاتون با معنی باشن. در این ابتدای ما سعی میکنیم از متغیر با اسمای معمولی استفاده کنیم. مثلا من اسمشو میذارم متغیری به اسم نیم. خب نام میخوام یک نامو، بعد از نیم من میتونم علامت مساوی رو بذارم و یک مقدار بهمون بدم، یا اینکه میتونم بنویسم متغیر مثلا نمبر 1 عدد 1. خب یه سری از کلمات کلیدی هستند، مثلا کلمه نمبر رو من نمیتونم به عنوان متغیر استفاده، نام متغیر استفاده کنم، یا کلمه ایف رو که جلوتر به اینها میرسیم. یک سری نام ها هستن که ما نباید از اونها استفاده بکنیم. نام متغیرمو میذارم نمبر 1، اینجا میگم برابر است با 25. خب فقط این رو در نظر داشته باشید، هر خط دستور در جاوا اسکریپت به سمیکالن ختم میشه، نقطه کاما. خب به حروف فارسی روی کیبوردتون میشه حرف که. خب اگه اون رو بزنید شیفت رو نگیرید، شیفت رو بزنید کالن میذاره دو نقطه روی هم. خب همین تو حالت انگلیسی وقتی ما این دکمه رو میزنیم میشه سمیکالن. سمت راست کیبورد تقریبا کنار اینتر هست، یعنی یک کلید با اینتر فاصله داره، بعدش که چی هست علامت نقل قول هست، بعدش میشه این علامت سمیکالن. خب اصلا میبینید در جاوا اسکریپت ما میتونیم با، یعنی باید هر خط دستور با سمیکالن به سمیکالن خط بشه. این اجباری نیست ولی بهتره این کارو بکنید. این رو هم جلوتر خدمتتون توضیح میدم چرا ما این کارو میکنیم، چرا ما از سمیکالن استفاده میکنیم در انتهای هر عبارت دستوری. اصطلاحا شما میتونید در حال حاضر این رو خط در نظر بگیرید، اینجا معنی عبارات دستوریه فعلا. خب ما هر خط دستور رو با سمیکالن پایان میدیم، ولی این رو بدونید که برخلاف زبانهایی مثل جاوا، مثل سی پلاس پلاس، مثل سی، مثل پی اچ پی، این اجباری نیست این سمیکالن. خب پس چی شد؟ ما با کلمه کلیدی وار یک متغیر میسازیم، پس میشه کلمه کلیدی وار و بعد نام متغیر که باید حتما با یک حرف با آندرلاین یا با علامت دلار شروع بشه و بعد مساوی است با مقدار اون متغیر. برخلاف زبان‌هایی مثل جاوا، سی پلاس پلاس و سی، ما لازم نیست نوع متغیر رو به سیستم بگیم، بگیم که حتما این متغیر یک عدد قراره توش ذخیره بشه، حتما قراره یک حرف توش ذخیره بشه. این خود زبان جاوا اسکریپت تایپ لس هست، یعنی اهمیت به قول معروف اجباری درونش نیست که حتما نوع متغیر به سیستم معرفی بشه، خودش یک اون این بخش رو خودش انجام میده. وقتی من اینجا می‌نویسم 25، خود جاوا اسکریپت شعورش میرسه، میفهمه این یک عدده، پس در نتیجه اون رو به عنوان یک عدد در حافظه رم ذخیره میکنه. خب زبان‌های مثل سی شارپ، سی پلاس پلاس، پی اچ پی، ببخشید پی اچ پی هم نه، مثل جاوا، سی پلاس پلاس، سی و سی شارپ، شما حتما باید نوع متغیر رو معرفی بکنید، بهش بگید که این عدد رشته از چیه. ولی در جاوا اسکریپت ما لازم نیست این کارو بکنیم، فقط کافیه که مقدار رو بهش معرفی بکنیم. خب
و بعد میتونیم حالا این متغیرها دقیقا به چه دردی میخورن. ما هر جایی که لازم باشه، مثلا من اینجا میخوام به جایی که بنویسم alert 25 میتونم نام اون متغیر رو بذارم number 1. خب اینجا من به جا با این کارم گفتم که هر جایی که شما نام اون متغیر رو بذارید، خب خودکار خود جاوا اسکریپت به جای نام اون مقدارش رو، اون چیزی که توش ذخیره شده رو قرار میده. یعنی این دقیقاً این چیزی که اینجا alert number 1 برابر با این چیزی که پایین می نویسم alert 25. خب اگه من بیام داخل این نمبر 1 یک رشته رو ذخیره کنم که همونطور که گفتیم رشته ها با نقل قول شروع میشن و بسته میشن، اینجا مثلا بنویسیم مهدی عباسی، خب این alert به صورت اتوماتیک میاد، یعنی معادل این میشه. چه من به این شکل بنویسمش چه بیام اینجا داخل یک متغیر ذخیرش کنم و بعد، پس چی میشه؟ ما هر جا که یک متغیری رو نامش رو بنویسیم مقدارش، یعنی ما اینجا داریم میگیم مقدارش رو به جای خودش بذار. متغیرها یه جور نمایندن، یه جور اشاره میکنن اصطلاحاً. خب ببینید نام من خود من نیست ولی به من اشاره میکنه. خب شما مثلا نمیتونید بگیرید نام منو مثلا بزنیدش، خب شما باید خود منو بزنید. یه مثال ساده واسه میزنم، خب نام من نماینده منه، خود من نیست. متغیرها هم به همین شکلن، مثل نام شماست، مثل ارسلان، مثل امید، مثل ایمان، مثل حسن، اکبر، چه میدونم اریک یا هر چیز دیگه. ببینید پس ما نام های متغیر خود اون اصطلاحاً به یک محتوی، به یک محتویات خودشون اشاره میکنن. خب ما هر موقع نام متغیری رو بنویسیم و بعد که علامت مساوی بذاریم، اون چیزی که سمت راست مساوی هست در اون چیزی که در سمت چپ مساوی هست ذخیره میشه. من اگه بخوام مقدار متغیر، خب تا اینجای کار ببین من نوشتم وار نمبر 1 برابر است با، من تا اینجای کار اومدم چیکار کردم؟ رشته مهدی عباسی رو داخل متغیر نمبر 1 ذخیره کردم. حالا این نمبر 1 رو من هر جا که به کار برم معادل این مقدارش هست. پس وقتی این آلرت اجرا میشه تو اون جعبه پیغام باید این عبارت مهدی عباسی ظاهر بشه. خب ما اینو رفرشش میکنیم ببینیم چی میشه. خیلی راحت نوشت مهدی عباسی. حالا من میام مقدار اینو تغییر میدم، مثلا یک عدد میذارم 256 ذخیره میکنم. حالا رفرش میزنم، خب رفرش، ببینید اون مقدار رو برای من قرار داد. خب یک موردی ما برای معرفی یک متغیر از کلمه کلیدی وار استفاده میکنیم. اگر بعدن لازم باشه مقدارش رو تغییر بدیم، مثلا من در ادامه میخوام بگم نمبر 1 متغیر نمبر 1 برابر است با، میخوام یک چیز دیگه توش بذارم بنویسم مثلا 78، دیگه لازم نیست کلمه کلیدی وار رو بنویسم، فقط یک بار. یعنی فقط زمانی که ما میخوایم یک متغیر رو به سیستم معرفی بکنیم، به در زبان جاوا اسکریپت بگیم من یک متغیر میخوام نامش این باشه و نامش این باشه، فقط لازم است کلمه کلیدی وار استفاده بکنم. حتی میتونیم اون رو مقدار دهی هم نکنیم. خب ببینید جاوا اسکریپت این قابلیت رو به ما میده که یک متغیر رو معرفی کنیم ولی مقداری بهش ندیم. فعلا بگیم یک متغیر به این نام بساز، حالا بعداً میخوام یه چیزی توش ذخیره بکنم. حالا من در خط پایینی میام چیکار میکنم؟ به اون متغیرم یک مقداری میدم. خب پس همونطوری گفتیم نام متغیر رو مینویسیم، علامت مساوی رو میذاریم. بعد علامت مساوی یک به قول معروف عملگر هست داخل زبان جاوا اسکریپت چیکار میکنه؟ اون چیزی رو که سمت راست هست حساب میکنه و رو در اون چیزی که سمت چپ هست ذخیرش میکنه. یعنی عدد 78 رو الان میریزه داخل نمبر 1. من اگه alert رو اجرا بکنم عبارت 78 رو نشون میده. ببینید؟ خب حالا شاید بپرسید که اگر مقداری به یک متغیر ندیم چی میشه؟ بهترین راه حل اینه که امتحان بکنید. هر موقع سوالی که واسهتون پیش اومد امتحانش بکنید. من الان میام یک متغیر رو معرفی میکنم ولی مقداری بهش نمیدم. رفرش رو میزنم ببین نوشته undefined، یعنی تعیین نشده. خب اگه ما متغیری رو در جاوا اسکریپت معرفی بکنیم ولی مقداری بهش ندیم، به صورت پیش‌فرض مقدار تعیین نشده، بی مقدار، اصطلاحاً مقدار بی مقدار در اون ذخیره میشه. خب یعنی ذخیره نمیشه، یعنی مقدار بی مقدار بهش اطلاق میشه. خب پس متغیرهایی که، پس ما تا اینجای کار با سه نوع داده
آشنا شدیم. یکی اعداد بودن مثلا 25، مثل 12، 13، یکی رشته ها بودن مثل مهدی، هر چیزی که داخل علامت های نقل قوله جفت یا تکی قرار بگیره. حتی یک عدد هم میدونه 400، این 456 عدد نیست، این رشته است. خب این یک حرف اصطلاحاً، اون چیزی که عدده اینه. ببینید فرق اعداد با رشته ها اینه، در جاوا اسکریپت رشته ها داخل علامت های نقل قول قرار میگیرن ولی اعداد به صورت صریح نوشته میشن. خب بس یک مقداری هم ما آشنا شدیم به اسم undefined. خب undefined مقداری هست که گفتیم اگر یک متغیری رو بسازیم و به آن مقداری ندیم، جاوا اسکریپت اون رو به صورت undefined قرار میده، یعنی بی مقدار، چیزی توش ذخیره نشده. پس تا اینجای کار ما با سه نوع داده در جاوا اسکریپت آشنا شدیم. خب این تا اینجای کار. خب حالا روش‌های دیگه ای رو هم برای معرفی متغیرها ما میتونیم استفاده بکنیم. این که میتونیم متغیرها رو، مثلا من اینجا میام میگم که سه تاشون رو میخوام، دو تا متغیر معرفی کنم، یکی var number، یکی دیگه میخوام معرفی کنم var مثلا number 2. خب درسته؟ خب حالا میتونم یه کاری بکنم اینو جلوتر، آره همینجا بگمش بهتره. به جای اینکه بیام دوتا رو جدا جدا معرفی کنم، میتونم کاما بذارم. ما میتونیم با کاما، یعنی یک بار وار بنویسیم و دوتا متغیر رو معرفی بکنیم. الان من دوتا متغیر رو به سیستم معرفی کردم، وار نمبر 1 وار نمبر 2. میتونم یکیشونم حتی مقدار بدم، وار نمبر 1 عدد اول 15، عدد دومو تعیین نمیکنم چیزی واسش، بس undefined توش ذخیره میشه. پس ببینید ما میتونیم چه، به جای اینکه بیایم بنویسیم number 1 برابر است با 15 و بعد بنویسیم var number 2، حالا چه بهش مقدار بدیم چه بهش مقدار ندیم، میتونیم از کاما استفاده کنیم. پس همین که کدمون جمع و جورتر میشه، ولی فرقی با هم دیگه ندارن. یعنی چه از اون حالت چه از این حالت استفاده بکنم، میتونم هر دوتاشون هم همینجا مقدار بدم، مثلا 36. خب الان دیگه undefined توی number 2 نیست. خب پس الان تو متغیر عدد اول 15 و تو متغیر number 2 عدد 36 ذخیره شده. خب پس اینجا میام عمل ریاضی هم انجام میدیم، میگیم که number 2 منهای number 1. خب پس ما همونطوری گفتیم به جای نام متغیرها مقدار اونها قرار میگیره. خب یعنی اینجا این چیزی که من نوشتم، یعنی این که مقدار نمبر 2 چی هست؟ 36. 36 منهای نمبر 1 15. 36 منهای 15. خب ما این رو اجرا میکنیم، ببینیم چه چیزی رو نشون میده، عدد رو نشون میده. خب حالا یعنی من چه بیام اینجا بنویسم، صریحا بنویسم 36 منهای 15. خب چه از متغیرها استفاده کنم؟ خب حالا من این رو هم رفرش میزنم، درسته؟ خب پس ببینیم ما علامت یک عمل ریاضی رو هم در جاوا اسکریپت یاد گرفتیم. منها میتونه سمت چپ رو، یعنی سمت راست رو از سمت چپ کم میکنه و جواب رو برمیگردونه. خب میتونیم حتی به اضافه بذاریم 36 به اضافه 15 50. خب درسته. حالا اینجا میتونیم از نام متغیرها استفاده کنیم. مثلا اینجا عدد 14 رو میذارم تو نمبر 1، میام مینویسم اینجا نمبر 1 عدد اول به اضافه نمبر 2 عدد دوم. خب از مقدارشون استفاده میکنه، این یکی رو میذارم 39. خب اینجا چه چیزی رو باعث میشه؟ باعث میشه که به جای نمبر 1 مقدارش قرار بگیره که میشه 14 و به جای نمبر 2 مقدارش قرار بگیره که میشه 39. جواب رو در خروجی میبینیم 53. خب پس تا اینجای کار با معنی و مفهوم متغیرها آشنا شدیم و دیدیم که چطوری میتونیم به اونها مقدار بدیم و دیدیم که چطوری میتونیم اونها رو معرفی کنیم. پس قوانین مربوط به نامگذاری متغیرها رو هم فراموش نکنید. با یک حرف باید شروع بشن، حداقل باید یه حرف باشن و باید با یک حرف شروع بشن، باید
با یک حرف آندرلاین با دلار شروع بشن، در ادامه میتونیم از هر علامتی که دلمون میخواد استفاده بکنیم، حتی میتونیم از اعداد استفاده بکنیم، زیاد مهم نیست، فقط باید با معنی باشه. از کاراکترهای خاص نمیتونید استفاده بکنید، مثلا این نام نامعتبر، این ببینید این نام نامعتبر و نه این معتبر علامت دلار، این نامعتبر نمیتونیم از این استفاده بکنیم، فقط باید شامل اعداد، حروف، آندرلاین و دلار باشن نام متغیرها، و حتما هم باید با حرف آندرلاین و دلار شروع بشن، نباید حرف اولشون چیزی به جز حرف آندرلاین و دلار باشه، نمیتونیم عدد بذاریم این نامعتبره. خب پنج آمبرتون خب نامعتبره، حتما باید با یک حرف شروع بشه، میتونه تک حرفی باشه، مثلا ام، متغیر ام، متغیر مثلا اس. خب اینجا فقط باید اسم رو درست بکنیم، ام اس، ام به اضافه اس مثلا میشه 53. خب ام به اضافه دلار، خب از متغیر اسم نام متغیر رو میذارم دلار، خب 53 درسته، به همون اس برش میگردونم. خب یک مورد دیگه این که ما اگه توی متغیری عدد ذخیره کردیم، مثل جاوا و مثل سی پلاس پلاس و سی شارپ نیست، میتونیم داخل اونا اگه داخل متغیر رو شما عددی تعیین کنید، نمیتونید توش رشته ذخیره کنید، ولی ما میتونیم هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. من اینجا اومدم، خب تو ام نوشتم، چی نوشتم؟ که 14، ولی در ادامه میام چیکار میکنم؟ مینویسم که ام برابر است با مثلا مهدی، خب سمیکالن را میذارم، گفتیم در انتهای هر خط دستور ما یک سمیکالن میذاریم. خب پس من اینجا دو تا متغیر ساختم، یکیشون رو مقدار شدم 14، ولی در ادامه مقدار رشته ای رو توی ذخیره کردم. خب ولی جاوا اسکریپت باهوشه، خودش میاد نوع متغیر رو متنی تعیین میکنه، یک جمله، یک رشته، یک متن رو داخل ذخیره کردم، در ادامه میگید پس این علامت ریاضی، عملیات ریاضی چی میشه؟ در اونجا هم باهوشه، اگه یکی از متغیرهای تو عملیات ریاضی به اضافه چی باشه، رشته باشه، اون موقع عمل الساق رشته ها صورت میگیره، یعنی اینا رو به هم میچسبونه، به عنوان یک رشته در نظرشون میگیره. اینو امتحان میکنیم، ببینید نوشته مهدی 39 چیکار کرده، اینجا اومده گفته که به جای ام مقدارشو قرار داده که مهدیه، ببین دیگه 14 نیست، چون من در ادامه تغییرش دادم، ببینید اینجا گفتم 14 ولی در خط بعدی اومدم گفتم مقدار ام مهدی باشه و مقدار اس 39. دیگه این عملیات ریاضی نیست دیگه، چون یکیشون رشته است، میشه الساق رشته ها، یعنی دو تا رشته رو به هم، این 39 رو تبدیل میکنه به متن، یکیشون که متن باشه، اون یکی هم اگه متن باشه خود به خود به متن تبدیل میشه. خب و این دو تا رو به هم میچسبونه که میشه مهدی 39، ولی این منها نمیتونیم بگیم مهدی منهای 39 معنی نداره. خب ببینید نان خطا، این عبارت به معنی خطا هست، یه جور خطا رد کرده، یک بیمعنی، نان یعنی بیمعنی در جاوا اسکریپت، خب یعنی خطا، بیمعنی، خب یه جور خطا حساب میشه، یک مقدار بیمعنی بهش میگن. خب اگر ما یک رشته رو در یک غیر رشته یا حتی در یک رشته دیگه، خب اینجا از رشته منظور متن است، یک متن رو در یک عبارت عددی یا یک عبارت متنی دیگه منها کنیم، ضرب کنیم، تقسیم کنیم، جواب بی‌معنی هست، فقط میتونیم اونا رو به اضافه کنیم، یعنی به هم دیگه بچسبونیمشون. اگه عدد باشن دو طرفه به اضافه، خب عملیات ریاضی جمع صورت میگیره، اگه چیزی به غیر از عدد باشن، عملیات الساق رشته صورت میگیره، به این شرط که یکیشون اصطلاحاً متن باشه. خب پس ما تا اینجا با چند تا چیزو با هم یاد گرفتیم، یکی اینکه متغیر بسازیم، دو اینکه مقدار بدیم بهشون، و سه اینکه اونا رو با دستور آلرت مثلا نشون بدیم، با دستور خود آلرت آشنا شدیم که دستورات بعدشون پرانتز باز میاد، اون چیزی که قراره به اون دستور ارسال بشه داخل دو تا پرانتز قرار میگیره پرانتز، و در انتها هم یاد گرفتیم در انتهای هر دستور سمیکالن میذاریم. در جلسات آینده یاد میگیریم که به اینها میگن داده، ببینید انواع داده ها در جاوا اسکریپت آشنا میشیم، داده ها چی هستن، همین جلسه بهتون بگم، داده ها اطلاعاتی هستن که ما وارد کد میکنیم. ببین چیزا، هر چیزی که اینجا نوشتیم، خب وار خب کلمه کلیدی هست،
یک کلمه ای که برای جاوا اسکریپت معنی داره. ام هم خب نام یک متغیره، این داده به حساب نمیاد خب، ولی 14 یک داده هست. خب اون چیزهایی که توی متغیرها ذخیره میکنیم و یا جوابهایی که از طریق دستورات به دست میاریم به اونها میگیم داده. خب خب حالا این جوابهای دستورات رو جلوتر یاد میگیریم با ساخت داده رو. اینجا فقط این دستور آلرت چیزی رو برنه میگردونه، فقط چیزی رو نشون میده، خب کار خاصی واسه ما انجام نمیده. و خب ولی مثلا وقتی اینجا چیزی رو جمع با هم میزنیم داده جدید به وجود میاریم. مثلا وقتی من حالا این مهدی رشته‌ای رو پاک میکنم، مهدی همون عددی بمونه، وقتی 14 رو اینجا به اضافه 39 میکنم و اون جوابی که به دست میارم ذخیرش نکردم، ببخشید کنترل اس میزنم ذخیره میکنم، خب بالا رفرش میزنم، این 53 داده هست. خب این داده از ترکیب 14 و 39 به وجود اومده، خب جمع شدن با هم دیگه. این چیزهایی که داخل متغیرها ذخیره میکنیم بهشون میگن داده، دیتا. خب پس با این مفهوم هم با هم آشنا شدیم. اگر سوالی در این رابطه داشتید حتما برای من ایمیل بزنید، شماره تلفن هم که توی سایت هست، یا هر طریقی، یا کامنت بذارید به هر طریقی که خودتون صلاح میدونید در جلسات آینده. حالا ممکنه تو این جلسات اولیه یکم این مباحثی که با هم مرور میکنیم کوتاه هستن، شاید مثلا بگید خب اینجوری خیلی طول میکشه. نه، تو این جلسات اولیه چون لازمه که شما با مفاهیم تئوری بیشتر آشنا بشید، کار عملی کمتری انجام میدیم، بیشتر من صحبت میکنم. ولی در یه 3-4 جلسه ای که بگذره دیگه من کمتر صحبت میکنم، بیشتر کد مینویسیم، اونم کدهای طولانی، و بیشتر دیگه چون خود زبان جاوا اسکریپت زبان کوچولو و جمع جوری هست، سریع میشه یادش گرفت. خب بیشتر دیگه تکنیک ها این وسط میان، اینکه چه جوری این چیزایی رو که یاد گرفتیم، این تیک کلماتی که از این زبان با هم یاد گرفتیم و چه جوری با هم ترکیب بکنیم تا بتونیم کدهای به اصطلاح بامعنی تری به وجود بیاره. مثل زمانی که یک بچه میخواد حرف زدن یاد بگیره، اول یک سری صدا ا بابا ماما اجری میکنه و کم کم سر یاد میگیره که چند تا کلمه بگه، مثلا اسم برادرش رو بگه، مثلا بگه مهدی، یا مثلا اسم خواهر رو بگه، بگه سارا. کم کم میتونه مثلا بگه لیوان، تلویزیون، و کم کم میتونه جمله ببنده. خب خب حالا ما هم داخل زبان برنامه‌نویسی، چون من اینجا در نظر گرفتم که شما اولین زبان برنامه‌نویسی که دارید یاد میگیرید جاوا اسکریپت هست و هیچ اطلاعی از معنی و مفاهیم اصطلاحات برنامه‌نویسی ندارید، در نتیجه مجبورم که بیشتر صحبت کنم و این اصطلاحات رو به صورت تئوریک برای شما توضیح بدم. کم کم که اینا رو یاد بگیریم دیگه بیشتر چیزهای خیلی زیادی یاد میگیریم، دیگه میریم سراغ کد نوشتن. اونجا مفاهیم، یعنی اصطلاحاً در هر جلسه مفاهیم بیشتری رو با هم تمرین میکنیم، بیشتر رو میریم روی مفاهیم عملی، کد فقط مینویسیم و من کمتر صحبت میکنم. ولی تو این 3-4 جلسه اول من بیشتر صحبت میکنم، همراه کمتر کد مینویسم تا بتونم اون معنی و مفهوم رو برای شما جا بندازم. پس تو این 3-4 جلسه اول هر چیزی رو که شما نتونستید به قول معروف درکش بکنید حتما به من اطلاع بدید. خیلی مهمه که این مفاهیمی رو که من تو 3-4 جلسه اول میگم و به طور کامل درک بکنید، یعنی معنی و مفهوم متغیر رو درک بکنید و بدونید اون چیه. همونطوری که گفتم یک نامیه که ما به بلوکی از حافظه میدیم، چون ما میخوایم یک سری اطلاعات رو تو حافظه کامپیوتر ذخیره بکنیم، از متغیرها استفاده میکنیم. مثل زمانی که یک عمل ریاضی، یک مسئله ریاضی رو توی مدرسه با ما میدادن و از ما چک نویس استفاده میکردیم که جواب ها رو کم کم گوشه می نوشتیم و در نهایت به اون جواب اصلی میرسیدیم. خب امیدوارم از همین جلسه اول لذت برده باشید. همین خیلی زود، یعنی همین فردا برمیگردم برای ادامه کار و جلسه دوم، و اونجا ادامه در جلسه آینده با داده های بیشتر از داده های عددی، یعنی انواع اعداد و بعد رشته‌ای هم که یاد گرفتیم، فردا با داده های بولی و یه سری دستورات جدید در جاوا اسکریپت آشنا میشیم.